ملام شهری عزیز، صبح بخیر. بله صبح بخیر. سلام بر شما. سلام بر دکتر صاحب. سلام بر شما. همچنان خوب هستین؟ دکتر صاحب سوال دارم که میخوایم یگانه کار کنم که به کسی بگویم من این کار نمی کنم، برش قول میتم باز او دوباره او کار از پیشم سر میده. ما با صرف گفتن که نمیتونیم یک کار نکنیم، ما باید علتش از بین بریم. مثلا چی کار میگی باز نمیتونی؟ مثلا میخوایم بگویم که امرای دیگه امرای کسی دیگه این گپ نمیزنم، باز دوباره پس گپ ما میزنم. نه این دیگه کی است؟ مثلا از اعضای خانواده و دوستا؟ نه بیگانه. میخوایم که امرای کسی با تلفن میگم حرف نزنم، با وعده میتم به نفر دیگه میگم مامرای، یعنی در فامیل ما با کس وعده میتم میگم مامرای زود دوباره گپ نمیزنم، بازم وعده ما بجا نمیرم دوباره امرای کس حرف میزنم. نه یالی باز شما یک ذره گپ مبهم گپ میزنی. کسی که میگه حرف میزنی یک نفر مشخص است؟ کدام بچه است؟ دختر است یا چند نفر است؟ چطور است؟ بچه است. خواهر گلم نه دیگه، او رقم خود تو یک حالت وابستگی است. من برات یک معلومات میتم، اگر چیز مشخص سوال داری باش روی خط، اگر این یک معلومات تو کنید. یکی زود جدی میشم. تو چی کار میکنی؟ درس خواندی؟ درس خواندی؟ درس خواندیم. صنف 12 امسال فارغ شدیم از 12. الان یک کسی برام گپ میزنه در خانواده، بیبی جان من همراه بیبی زندگی میکنم، یک گپ خوبم میزنه سرم زود بد میخوره، زود عصبانی میشم، جدی میشم. نه تو کتی یک نفر دیگه خوش استی گپ بزنی کتی زیادم. چقدر وقت میشه گپ میزنی؟ چقدر وقت شناخت داری؟ دو سال میشه. من معلومات میتونم خواهر گلم بره. بشنوین از رادیو. ما اول بر دوستا بگویم که صرف از این که ما بعضی وقتا بگویم یک کار نمی کنم او مشکل حل نمی کنه. من به می خاطر میگم که وقتی شما از یک کسی معذرت می خواهیم، تنها معذرت می خواهیم، مشکل حل نمی کنه. اول معذرت می خواهیم، دوم کوش می کنم تا جایی که امکان داره جبران خساره کنم، سوم تعهد میکنیم که دیگه این کارو نمیکنم، و چهارم فهمیدم چوری کارم کده بودم میرم علتش از بین میبرم. فرض مثال یک شوهر در غیر از مشکل حل نمیشه. شوهر آدم عصبانی نیست، خانم خود یک دو سلی میزنه، بعدش میام معذرت میخوام میگه دیگه نمیکنم، اما دو روز بعد باز در یک وضعیت قرار گرفت بازم کارو میکنه. چرا؟ چون او نرفت، عصبانیت خود حل نکرد. مشکل از او ایست که عصبانیت داره، مثل که امانند سازی کرده باشه، او باید بره حل شود. در غیر از او هر وقت پس او در اون وضعیت قرار میگیره. بنان صرف از این که ما بعضی وقت بگیم یک کار نمی کنم نمیشه، ما باید بریم علتش پیدا کنیم چرا این علت داره. فرض مثال برد از این خواهر ما بگیم اول اینا از صنف ده شروع کرده با یک کسی تماس داشتنه که کار بسیار غلط است. بله. من همیشه در افغانستان رو گفتیم، باز بعضی ها انتقادم کرده خفام شده. من میگم اول 95% بچه ها دروغ میگه در یک رابطه با یک دختر. خب در دیگه ممالک رابطه فرق میکنه، خصوصا که رابطه تلفنی باشه، همین که تلفنی هم باشه یا حضوری هم باشه. بله. که پیشوریشان در رای مکتب هم استاد میشن، در رای پانتون هم استاد میشن. 95%شان دروغ میگه، هدفشان ازدواج نیست. خوالی اگه یک دختر بگه تو بیا کتما دوست باش، دختر قبول نمیکنه. از اول به دروغ وعده ازدواج میده که من که تو ازدواج میکنم. خب و این دخترم احمقانه قبول میکنه میگه. خب 95% دروغ میگه. ای اول ای یک طرف باشه. 5% که راست میگه چی گپ میشه؟ از 5% که با اول به می باور آمده که راست میگه، 2% از ایره که وقت آرسی میشه والا پدرم قبول نداره، مادرم قبول نداره، بیادر کلا مشکلات خود داره، 5% مشکلات خود داره، والا ما پیسیش ندارم، انوز وقتش نشد، انوز تحصیلم خلاص نه. خیر تو بد میکردی که قگبا بود، تو چرا کسی رو گفتی؟ خوی 2% دیگه هم رفت 90%. 2% دیگه از این فامیل دختر حالی قبول نداره، بچه که فامیلش استاده است، فامیل دختر میگه ما ایره قبول نداریم، این بچه قومش ترست یا فامیلش ترست یا منطقیش ترست. اینه 1% من 99% خطر کس قبول میتونه. از 1% که ازدواج میکنن 0.5% دیگه از یا بعد از 6 ماه ازدواج حالی یک دفرق دیگه خود زده رویز پشیمان هستن که چی بد کردم، میمانه 0.5%. اگه یک کسی 99.5% خطر قبول میتونه بسم الله بکنه، در غیر از اخوی خلط هست. ما دماینه خانه خود دیدیم که بعضی ها دخترهای غلط خورده در خانه، تلفونش شکسته، از درس مانده، از تعلیم مانده، زندانی شده از خاطر از اینه میگفا. بعضی هاش متاسفانه یک عکس خود بر جانب مقابل داده، علی از او عکس چی استفاده و سو استفاده های چی جنجال های به خدا. بعضی وقتا کل فامیل به هم ریخته. من یک فامیل شاهد هستم، بیادر انجینیری میخوان،
خواهرش اینجا کتکس رابطه داشت، عکسش در فیسبوک، او از خارج انجینری خود به خدای لا داده بود، اینجا آمده بود، معتاد شده بود، چی جنگ و جنجال شده بود، خانواده به هم ریخته بود به خاطر یک اشتباه. بنان این موضوعات اول خو علی خو 99% غلط، این اشتباه آسیب داره، از طرف دیگه از نظر دینی غلط است. ما تو شکر مسلمان هستیم، این رابطه که برای ما تو اجازه نداده. باز از نظر عمیق ساختار فرهنگی ما و شما در این موضوعات مردم حاضر است از جان خود بگذره. خب این خواهر مایکاش امرای خانوادهشان می بودن یا دوستشان خانوادهشان یا را کمک می کردن، شاید یک دلیلشی باشه که یا تنها هستن، کسی نیست که نه خواهر خودش هم نه هیچ کدام از اینا دلیل شده نمیتونه آجرا جان خودش خود کمک کنه. یک جوان است، تو از صنف ده میگیری که خودش یک رای غلط را انتخاب کرده، صنف ده بسیار اصلاح کنه، سنه پایین است برای یک حالی بره تداوی خود کنه، از حالت و وابستگی خود نجات بده، فکر خود اصلاح کنه. ما قرار نیست اول فرض به بگی بیخی یک کسی قبول دو سال بعد میخوای خواستگاری ما، دو سال ما در تلفن وقت خود ازایی کنیم قصه کده بریم. ما به می خاطر میگم سیل کاجره جان، ما آرزو دارم هیچ کس کسی را گپتون نزنه، خب این آرزوی قلبی است، این لت کوب بیخی هیچ نباشه. اما شما در این فرهنگ میشنوین که بعضی زنها لت میخوره، بعضیا گوششون بریده میشه، بعضیا بینیشون بریده میشه. چرا؟ چون اونها زنای بی سواد است، از حق خود خبر ندارن، از به توانایی خود استاده نیستن، به پای خود استاده نیستن. ما همیشه میگم خواهر گلم، تو که در رادیو که ما برنامه رو میشتم تو زنگ میزنی به نطاق صدقی صدای چم چی صدایی داری، من میگم تو صدقی صدای نطاق نشو، صدقی کتابت شو، برو یک کتاب بخون، برو مثلا ببین زنا در صدر اسلام چی رقم بوده، برو یک کتاب بسیار خوب است بخون به نام فاطمه بعد از پیامبر، ببین چی رقم بوده. تو اینی رو یاد بگی که صبح که سر تو ظلم نتانه، صبح تو به پای خود استاده شدی، ولی امروز که تو صدقی صدای نطاق شدی، امروز که تو علاقمند سریال بودی، تو از دیگه چیزا دور موندی و صبح به مورد ظلم قرار میگیری، مورد آسیب قرار میگیری. بنان خواهر از این فکر خود بگیره، بس کنه، سیم کارتک خود بشکنانه دیگه، دا عمر توبه بکشه، یالی بره جای نماز خدا وار کنه، پیش خدا توبه کنه که من کار غلط کردم، کار بد کردم، مرا ببخش. ببینین خواهرای گلم، اگه یک بچه واقعا شما را میخواد که تا نارسی کنه، در سر بازار شما را استاده نمیکنه، در تلفن که تان قصه نمیکنه، خواستگار روان میکنه. والا بلا قسم میخورم که زیاد وقتا زیاد وقتا این بچه ها که دو سه نفر دختر در این وقت گپ میزنه، حتی پیش وقتا پیش دوستاش میگه سعی کمکت از این گپ میزنه، میر گپ دادیم، نمیگه دوستم داره گپ دادیم، یعنی فریب دادیم. خب ما قرار نیست که تو آسیب بخوریم، به فکر بیم. من میگم اگه کس گفت شما رو دوست داره، آدم خوبم بود، بگو بسم الله فامیل تا گرفته، بیا خانه ما میشینیم در حضور فامیل گپ میزنیم. اما که دختر کوچه نیستیم که سر کوچه کت تو گپ بزنم. و به می خاطر میگم لطفا رفتارتون متوجه باشین که با یک رفتار غلط کل قشر زیر سوال میبرین. چی معنا؟ یک دختر یک اشتباه میکنه در کوچه در یک منطقه، تا که دختر دیگه میگه مکتب برم، بس کو دختر فلانی رو دیدی این تو شد، میبینی کلگی ده تای دیگر تو آسیب میزنی. بنان خوب است که ما این شرایط متوجه باشیم و این مشکل خدا کنه خوارک نازنین شنیده باشین صحبت های دکتر صاحب و خداوند آینده شما را خوب کنه.